امروز در درباره یک ارتجاع جدید دوباره سخن خواهیم گفت که تحت عنوان ارتجاع سفید در واقع به وجود آمده است. قبل از اون که من درباره این ارتجاع سفید با شما صحبت بکنم و اینکه مفهوم من از این ارتجاع سفید چیست و افشاگری بکنم در این زمینه، من نیازمند به اون هستم که کمی برای شما از تکنولوژی های اطلاعاتی و تکنولوژی های کنترل افکار مردم صحبت بکنم. در شوروی سابق و همچنین در روسیه امروزی، سازمان های اطلاعاتی برای اینکه مخالفان دولت رو و مخالفان خودشون رو افرادی نامعقول جلوه بدهند، معمولا افرادی رو که متعلق به اقلیت‌های رفتاری در اجتماع هستند و مخصوصا اقلیت‌های جنسی رو، این افراد رو قربانی می‌کنند و اینها رو در میدیاها بزرگ می‌کنند و این افراد رو به عنوان نمایندگان تفکری نشون می‌دهند که اونها نمی‌خواهند که در جامعه پیاده شود. با احترام به تمام کسانی که متعلق به اقلیت‌های جنسی هستند، باید عرض کنم که درصد این افراد در جامعه 4 تا 5% بیشتر نیست در همه جوامع. اما وقتی که یک ایدئولوژی مهم و بزرگی در جامعه مطرح می‌شود، این که یک نفر از این اقلیت‌ها متعلق به این ایدئولوژی باشد، بر طبق آمار در واقع رسمی حدود 4 تا 5% احتمال دارد. اما سازمان‌های اطلاعاتی میدان می‌دهند و در واقع زمینه را فراهم می‌کنند برای اینکه دقیقاً همین افراد مطرح بشوند و به عنوان نماینده فلان ایدئولوژی، فرضاً ایدئولوژی ایرانگرایی، تا آن ایدئولوژی رو در نظر 95% از مردم که متعلق به این اقلیت خاص جنسی نیستند چیزی نامعقول و نامعمول جلوه بدهند و اون جدیت اون رو از بین ببرند. برای مثال در شوروی سابق همیشه در بحث‌های تلفنی که در بحث‌های ببخشید تلویزیونی که در واقع بین عقاید مختلف میشد و بعد مخصوصا در روسیه امروزی، تا کنون این تکنولوژی ادامه دارد. برای مثال معمولا در رادیو تلویزیون های دولتی روسیه، از اونجایی که با لیبرال ها مخالف هستند، این به عنوان تنها یک مثال هست، افرادی از لیبرال‌های روسیه رو انتخاب می‌کنند و در تلویزیون دعوت می‌کنند که اینها معمولاً همجنسگرا، دو جنسیتی و دارای اختلالات هورمونی هستند. این افراد محترم، هرچند که بسیار محترم هستند، اما و گناهی ندارند بر اون بیماری که بر آنها هست و اون ناهنجاری که بر آنها هست، حالا اگر که ما این رو ناهنجاری بدانیم، اگر هم که یک بخشی از طبیعت بدانیم، بحث دیگری است، بحث راجع به اونها نیست، ولی اینها ناخواسته آن ایدئولوژی رو که حاملش هستند رو در واقع در جامعه به یک ایدئولوژی مسخره تبدیل میکنند. برای نمونه از بین در شوروی سابق، برای که من با سیستم اونجا آشنا هستم و میدونم، خب لیبرال هایی هستند که طرفدار غرب هستند و این لیبرال ها لیبرال های معقولی هستند، اما تمام اونهایی که میآیند در رادیو تلویزیون متعلق به یک سری افراد خاص هستند و با یک سری رفتار ویژه. این بحث ها هم در تلویزیون ها انجام می شود که از یک طرف بگویند ما آزادانه همه عقاید شرکت دارند، از طرف دیگر از قبل این سناریو طراحی شده است که ایدئولوژی خاصی متعلق نماینده اش یک فردی هست که در واقع محبوب در جامعه نیست. چرا من این تکنولوژی رو گفتم؟ این برای تخریب کسانی است که در واقع میل خاصی دارند و در واقع ایران، مثلا در مورد خاص ما ایرانگرا هستند. جمهوری اسلامی متاسفانه از این امر مستثنا نیست.
من نمیدونم چه کسی به این آقایون اینها رو یاد داده، اما به هر روی آنچه که مشاهده می شود در واقع حرکت های بین اپوزیسیون ایرانی، ما می بینیم که چنین در واقع حرکت های انجام می شود. اینها البته فقط متعلق به اقلیت های جنسی نیست، افراد فرزند کسانی که حتی دچار رفتارهای طبیعی نیستند، برای مثال افرادی که از نظر هوشی ذره هوشی کمی دارند یا عقب افتادگی اندک ذهنی دارند رو هم شامل می شود، تنها به این اقلیت ها محدود نیست. برای مثال این یک نکته بود که باید میگفتم. نکته دوم موازی کاری هست. موازی کاری در واقع اون نکته اولی که من توضیح دادم بخشی از این نکته دوم است. یعنی چه؟ یعنی اینکه موازی کاری اطلاعاتی به وجود آوردن جریان‌های موازی که باعث انشقاق در جریان اصلی بشود و باعث تضعیف جریان اصلی بشود، این هم یکی از تکنولوژی‌های دیگری است، یکی از تکنیک‌های دیگری است، بهتر است بگوییم شگرد‌های دیگری است که به کار گرفته می‌شود تا در واقع مردم رو در اون ایدئولوژی خاص دچار انشقاق ایجاد بکنند. در این توضیحات لازم بود که این دو نکته رو و این مقدمه رو من به شما بگویم، موازی کاری اطلاعاتی و دیگران که نسبت دادن ایدئولوژی که ما آن را نمیخواهیم به افرادی که در اجتماع در اقلیت هستند تا اون ایدئولوژی رو نامحبوب کنند. من نمیخوام بگم که همه این افراد هم عمدن با جمهوری اسلامی کار میکنند، نه، بعضی هم به صورت کاملا ناآگاهانه در این دام اطلاعاتی میافتند. این توضیحات داده شد برای اینکه چند مسئله رو توضیح بدم و چند مثال رو بزنم. برای مثال در موازیکاری اطلاعاتی، همان موقع که در اصلا تفکر اسلامی با موازیکاری اطلاعاتی به وجود اومد، برای مثال در خود حوزه علمیه قم و این تفکری که آقای خمینی اون رو رهبری میکرد، یک جریان موازی بود در کنار مینستریم یا جریان اصلی که در حوزه علمیه قم وجود داشت. ما یک اسلام سنتی رو داشتیم که اصلا به طور کلی اون آقای شریعت مداری اون رو رهبری میکرد و این اسلام سنتی اتفاقا طرفدار پادشاهی مشروطه در ایران بود. در کنار این به طور موازی جریانی به وجود آمد و ساخته شد که هنوز که هنوز است مشخص نیست که ریشه های اون به کجا برمیگرده، هرچند که شواهد و قرائنی موجود است، جریانی به صورت موازی ساخته شد که اون جریان آقای خمینی بود و این جریان به پیروزی رسید و جریان اصلی اسلامی که در واقع دست آقای شریعت مداری بود رو از بین برد. پس از پیروزی انقلاب هم موازی کاری ها دائم انجام شد. برای مثال موقعی که پیشمرگه ها در کردستان علیه جمهوری اسلامی قیام کردند، پیشمرگه کرد مسلمان ساخته شد. یعنی موازی اون دقیقا ساخته شد برای اینکه اون مردم رو دچار انشقاق بکنه و خودشون رو از بین ببرن. هنگامی که استاد حسن عباسی یا با نام قلمی سیاوش اوستا اندیشه های ایران گرایانه را در پاریس مطرح می کردند، دقیقا فرد دیگری با نام ایشون به نام حسن عباسی که گویا فامیل ایشون و فامیل اصلی ایشون قزوینی بوده است، در مرکز فکر و اتاق فکر سپاه پاسداران ساخته شد که نظریه هایی می داد دقیقا مقابل نظریه های آقای حسن عباسی و نام ایشون رو به چالش می گرفت و به اشتباه می انداخت. این یک موازیکاری دیگری بود که انجام شد. این موازیکاری ها کلن ادامه دارد، از جمله در ساختار جمهوری اسلامی تا به امروز ما در واقع یک ساختار موازی میبینیم، یک جناح راست یک جناح چپ میبینیم که در واقع این دو روبروی هم هستند و آنچه که انجام میدهند باعث انشقاق و امید بستن گروهی به دسته‌ای می شود و در هرچند که
سر هر دو اینها در یک در واقع آبشخور می باشد و به یک اصول کلی همه اینها اعتقاد دارد. بنابراین موازیکاری اطلاعاتی به صورتهای گوناگونی هم مطرح می شود. می شود واقعا اینها به قصد انشقاق باشد، می شود اینها واقعی نباشد و تنها به قصد فریب مردم باشد. اما در هر صورت باعث تضعیف یک جریانی خواهد شد. ایرانگرایی و ایران دوستی و میهن پرستی تنها آلترناتیوی هست که برای جمهوری اسلامی مطرح است. این اندیشه و این ایده از ده ها سال پیش، حتی از اون از حدود بیش از 20 سال پیش، از اون موقعی که من هنوز در ایران بودم، نیز کاملا مشهود بود. در هنر ایرانی مردم ایران به صورت کاملا خودجوش نشانهای فروه رو ساختند. صنایع دستی ایران که در اون موقع تنها تابلوهای وانیاکاد رو در اون می‌دیدند، کم کم مزین شد به بشقاب‌ها و تابلوهایی که در آن اندیشه و گفتار و کردار نیک نوشته شده بود و نشان فروه و سربازان هخامنشی و سربازان ایران باستان روی اونها نقش بسته بود. ملیگرایی روز به روز و لحظه به لحظه در ایران قوی و قوی تر می شد و از نظر استراتژیک یک خطر جدی برای جمهوری اسلامی بود. به ویژه اینکه شخصی به نام آقای فرود فولادوند نیز با یک ایدئولوژی کاملا تهاجمی برنامه‌هایی رو پس از در اوایل سال 2000 و تا 2007 ادامه داشت، آغاز کرد که در اون اصول ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رو به چالش می‌کشید و یک آلترناتیو برای اون ارائه می‌داد. پس از این لحظه بود که جمهوری اسلامی همان در واقع تکنولوژی قدیمی را برای ایرانگرایان نیز به کار برد و شخصی به نام هخا ظهور کرد که با بودجه نامعلوم و با رفتارهای نازل در جلوی تلویزیون ها ظاهر می شد، قصد رقابت با آقای فولادوند رو داشت، قصد انشقاق در جنبش ایران پرستی رو داشت، با رقص و آواز و کارهای نازل در واقع میخواست که اندیشه ایرانگرایی رو به یک اندیشه مسخره و مضحکه تبدیل بکنه. گروهی نیز ناخواسته قطعا فریب این فرد رو خوردند و بعد از آن که امیدهایی به مردم داد و اون امیدها همه برباد رفت، آنگاه متوجه شدند که در واقع چه اشتباهی کرده بودند. اندیشمندانی در ایران، در درون ایران که من امروز نامشون رو نمیتونم ببرم، اینها از حدود 10 سال پیش، 15 سال پیش شروع کردن به تئوریزه کردن اندیشه ایرانگرایی. کتابها و مقالاتی در این زمینه انتشار پیدا کرد که آخرین اونها این تئوری بود که من از دیدگاه تمدنی دادم و اندیشه های اونها رو از دیدگاه تمدنی اصلاح کردم، چون الان و در اوضاع کنونی دیدگاهی که جامع هست در جهان و غالب هست بر جهان، دیدگاه تمدنی هست که آقای ساموئل هانتینگتون اون رو این نظریه رو داده بود. من دیدگاه های ایرانگرایانه رو که بر پایه تئوری های کشوری بود به تئوری تمدنی، اون رو تغییر دادم و مکتب ایران زمین یا ناسیونالیسم مدرن ایرانی از دیدگاه تمدنی رو که تنها هم مربوط به کشور ایران نمی شود، مربوط به کشورهای ایرانی از تاجیکستان، افغانستان، ایران و کردستان، در بخشهای اشغالی کردستان در عراق، سوریه و ترکیه می شود و همچنین در جمهوری ایریستون یا اوستیا و آلانیا در قفقاز رو نیز شامل می شود رو من این تئوری رو دادم و دوستان پیش از من نیز به صورت کشوری و نه تمدنی چنین تئوری‌هایی رو داده بودند.
جمهوری اسلامی از کار باز نایستاد و در سال در اوایل اواسط دهه 80 افرادی مکتبی رو بنیان گذاشتند به نام مکتب بازیابی ایران شهری. از اول باید من بگویم که در آغاز سخن که مکتب بازیابی ایران شهری با مکتب ایران شهری تفاوت دارد که گروهی آن را در واقع تبلیغ می کنند و این دو با هم اشتباه گرفته نشد. من نیز اول بسیار خوشحال شدم وقتی که نام چنین مکتبی رو در واقع شنیدم و شروع کردم به تحقیق درباره چنین مکتبی. گمان من این بود که یک اندیشمند دیگر و اندیشمندان دیگر و مبلغان و تبلیغاتچیان دیگری این اندیشه ایرانگرایی را آمدن و تبلیغ میکنند. هرچی که زمان بگذشت موضع‌گیری های عجیب تری از جانب این جنبش و این در واقع پیروان اون دیده میشد که برای بسیار شک برانگیز بود. برای نمونه حمایت بسیار زیاد این افراد از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و از هر آنچه که میکرد بود، یعنی هر آنچه که میکرد درست یا نادرست اینها توجیه میکردند و تحت نام ایرانگرایی تمام این کارها جریان داشت. اینجا بود که در واقع زنگ خطر به صدا درآمد و من چندی پیش مقاله‌ای نوشتم تحت عنوان ارتجاع سفید یا تخریب ایرانگرایی. من از دو دیدگاه به این مکتب و کارهایی که این افراد انجام می‌دهند پرداختم. یکی این که از دیدگاه این که ما این رو صادقانه تصور کنیم اینها افراد ناآگاه و مرتجعی هستند. در اون زمینه توضیح هم دادم که ارتجاع در جامعه ما سابقه دارد، در امور دینی ما بوده است، حتی در میان افراد گروه چپ ما بوده است، مرتجعین سرخ وجود داشتند، مرتجعین سیاه وجود داشتند. خب بعیدم نیست افراد مرتجعی که مخالف مدرنیته هستند و فناتیسم و در واقع اصولگرایی زرتشتی و بنیادگرایی زرتشتی رو به جای بنیادگرایی اسلامی تبلیغ میکنند نیز قطعا یک میتواند طبیعی باشد. اما برخی از موضع‌ها ما رو وام میدارد که کمی درباره آنها تجدید نظر بکنیم و من اونها رو در این مقاله در ارتجاع سفید یا تخریب ایرانگرایی سعی کردم که برای دوستان توضیح بدم. من امروز برای شما برخی از اون مواردی رو که در اون مقاله آمده است رو سعی میکنم توضیح بدم و صادقانه و در واقع منصفانه درباره اونها قضاوت رو به خود شما واگذار کنم. در مقاله در واقع ارتجاع سفید یا تخریب ایرانگرایی که من اون رو نوشتم در بخش اولش کمی درباره ارتجاع صحبت کردم و نشان دادم که این اندیشه هایی که این آقایون مطرح میکنند در واقع جایگزینی بنیادگرایی و فناتیسم اسلامی با بنیادگرایی و فناتیسم زرتشتی هست. مسئله این است که آنچه که نامطلوب است بنیادگرایی و فناتیزم است، نه آن که این اسلامی باشد یا زرتشتی باشد، و چه بهتر که اسلامی باشد تا اینکه زرتشتی باشد و فلسفه و اندیشه زرتشت رو که اصلا دور است از این اندیشه رو هم به ابتذال بکشاند، چه اینکه زرتشت یک فیلسوف بود و تنها در دوران ساسانیان تبدیل به پیامبر شد و او فقط یک اندیشه آورد و تمام فیلسوفان یونانی و ایرانی ایران قدیم اون رو به عنوان یک آموزگار میشناختند نه به عنوان یک پیامبر، و تنها در دوران ساسانیان به غلط این فلسفه به دین تقلیل فروکاسته شد. مخالفت با مدرنیته یکی دیگر از شاهکارهای این مکتب است که در واقع عقب ماندگی جامعه ایرانی
و به ویژه میهن‌پرستان ایرانی و پیروان خود این مکتب رو در پی خواهد داشت. نکته سومی که بسیار خطرناک است و تمام ایران دوستان از اون احتراز میکنند و اینها عملا تبلیغ میکنند و این در امتداد اندیشه های اسلامی هست نه ایرانگرایی، در انداختن و ایجاد دشمنی با جهان غرب، تقابل فرهنگ و تمدن نحیف و ضعیف ایرانی با تمدن قدرتمند غرب و در نتیجه نابودی تمدن ایران است. هر اندیشه که شما را با غرب در بیاندازد آن اندیشه خیانتکار به ایران است. هیچ شوخی هم در این زمینه وجود ندارد. برای اینکه شما اگر به یک کودک 10 ساله بگویید که برود با یک مرد 50 ساله یا 40 ساله کشتی بگیرد، شما به آن کودک خیانت کرده اید. اگر این کشتی واقعی باشد، ایران ضعیف است، ایران در حال حاضر ضعیف است و اگر در بیفتد با غرب، آن کس که خواهد باخت ایران خواهد بود نه غرب، و به نفع غرب خواهد شد و هر اندیشه‌ای که ایران را با غرب بخواهد در بیاندازد و ضد غربی تبلیغ بکند آن خطرناک است. ما باید اشتراکات تمدنی و اشتراکات منافع رو پیدا بکنیم با غرب تا تنش‌ها رو کاهش بدیم و بتوانیم برای مردممون منفعت به ارمغان بیاریم، نه اینکه در تقابل با غرب قرار بگیریم، مخصوصا کشوری که خودش در نقطه ضعف است و در مقام ضعف است نمیتواند با غرب در بیفتد و در واقع به خودش خیانت کرده است. عدم تلاش و جستجو برای اشتراک منافع و پیوند منافع تمدن ایرانی با تمدن‌های قدرتمند اروپایی و هندی. شما وقتی که نتوانید اشتراک منافع به وجود بیاورید، یکی از در واقع نقاط ضعف هر ایدئولوژی است. ایدئولوژی قدرتمند است که در صدد اشتراک منافع باشد، نه در صدد تقابل. عدم برداشت صحیح و علمی از فرهنگ و دین و هویت متکثر ایران باستان و فروکاستن تمدن ایرانی و ایران زمین به ایران شهر، یکی دیگر از در واقع اشتباهاتی که این آقایون انجام میدن و من در این مقاله توضیح دادم این است که هویت ایران رو درک نمی کنند. ایران هیچگاه یک کشور نبوده است، ما تمدن ایرانی داشتیم. در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم ما کشور تاجیکستان رو داریم، ما کشور افغانستان رو داریم، ما کشور ایران رو داریم و ما کردستان در سرزمین های عراق، سوریه و ترکیه رو داریم و ما کشور ایرستون یا اوستیا و آلانیا رو در قفقاز داریم. اینها همه روی هم تمدن ایرانی رو تشکیل میدهند و تفکر کشور محور خیانت است به تمدن ایرانی، برای اینکه تمدن ایرانی در بلند مدت و در نگاهی وسیع تر به نفع ایران است و به نفع همان همه کشورها تک تک نیز خواهد بود. در طول تاریخ هم همواره همین گونه بوده است. ما در دوران مادها که در واقع همون زمانی که مادها بودن در درون مادها امپراتوری ماد و پادشاهی پارس رو داشتیم، بعدها در دوران هخامنشیان همون گونه که شما میبینید و همون گونه که در پرسپولیس میبینید یک سرباز مادی و یک سرباز پارسی دست هم رو گرفتن و امپراتوری ایران رو تشکیل میدن و سیستم ساتراپی و غیر متمرکز در ایران باستان بوده است و همچنین در اشکانیان که اصلا پادشاهان محلی بودند که اونها قدرت ضرب سکه و نیروهای خودشون رو داشتن، تحت نظر شاهنشاه کل بودند و حتی در زمان ساسانیان که در ساسانیان نیز کمی قوی تر شد و ایران در واقع سیستم اقتدارگرای پدید آمد و متمرکزتر شد، ایران همزمان و در بیخ گوشش و در سمت راستش ما پادشاهی ایرانی کوشانیان رو داشتیم و در شمالش پادشاه آلانی ها رو داشتیم. بنابراین همزمان پادشاهی های ایرانی بودند، چه اینکه در درون ایران نیز ما حکومت غیر متمرکزی داشتیم، ما پادشاهی های طبرستان رو داشتیم، پادشاهی گیلان رو داشتیم،
پادشاهی کردستان رو با نام کردان شاه ماتیکان داشتیم، در کارنامه اردشیر بابکان و کرمانشاهان رو داشتیم و غیره که الان بسیار زیادن، ملک شاه سیستانی رو حتی داشتیم و که واردش نمیشم که تا زمان قاجار برقرار بودند. اما ایران رو ما از این قضیه جدا میکنیم. ایران به هر حال امروزه تبدیل به یک کشور ملت شده است، ایران به هر حال امروزه یک کشور متمرکز است، بهتر است که نامتمرکز باشد، اما کشورهای همسایه ایرانی کشورهای ایرانی هستند که باید جزی از تمدن ایرانی باشند و به حساب بیایند که من اونها رو نام بردم. به هر روی از کارهای دیگری که این آقایون انجام میدهند، منزوی کردن ایران و پیروان این مکتب از تغییرات جهانی هست و در نتیجه عقب افتادگی روزافزون ایران و پیروان خود این مکتب، طرح آرمان‌های بزرگ و بازی با احساسات ایرانیان و عدم ارائه راه حل عملی برای آن. برای مثال بازی با احساسات این است که ما یک کشور ایران بزرگ داریم، از تاجیکستان تا کردستان، از بلوچستان تا قفقاز. ایده بسیار جالبی است، ایده بسیار هیجان انگیزی است، اما چجوری میخواد شما این کشور رو بسازید؟ آیا راهکاری هم ارائه داده اید؟ آیا ایران باید حمله بکند به افغانستان؟ آیا ایران باید حمله بکند به تاجیکستان؟ آیا ایران باید حمله کند به قفقاز؟ یا ایران باید حمله بکند به کردستان؟ یا اینکه نه، شما یک راهکار عملی در قالب اتحادیه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میخواید ارائه بدید؟ اگر کسی تنها با احساسات شما بازی کرد و گفت که می شود یک کشور ایرانی درست کرد از تاجیکستان تا کردستان و از بلوچستان تا قفقاز، این رو 100% بدونید که این فرد یک در واقع شومن است و یک کسی است که دارد با احساسات شما بازی می کند و یک اندیشمند نیست، برای اینکه هیچ راهکار عملی برای این کار وجود ندارد جز اینکه ما بدانیم که ما تمدن ایرانی داریم و با تاجیکستان و با افغانستان و دیگر کشورهای ایرانی باید اتحادیه بسازیم. راه آن نیست که اونها رو اشغال بکنیم و یک کشور متحد بسازیم. این بسیار مسئله مهمی است که باید به اون توجه کرد و از در واقع فریب خوردن از این افراد جلوگیری کرد. نکته دیگر، عدم داشتن دید تمدنی به ماهیت فرهنگ ایرانی و داشتن دید محدود کشوری، در نتیجه نفهمیدن آنچه که در جهان در حال انجام است که بر پایه تئوری تمدنی هانتینگتون برخورد و رقابت میان تمدن‌های گوناگون است. بنابراین یکی دیگر از مسائلی که این آقایون نمی‌فهمند و درک نمی‌کنند این است که از سال 1995 که آقای ساموئل هانتینگتون نظریه برخورد تمدن‌ها رو داد و کتاب اون رو منتشر کرد، در روابط بین الملل دید تمدنی به جدیت مطرح شده است و پیروی می‌شود. بنابراین و بر پایه دید تمدنی، ایران نه تنها باید از منافع کشور ایران دفاع کند و هر کشوری، فرض کنید یک کشور اروپایی، نه تنها باید از منافع کشور خودش دفاع کند که از منافع تمدن کشورهای اروپایی نیز باید دفاع کند. بر پایه این دید نه تنها ایران باید از خودش دفاع کند که از منافع کشورهای حوزه تمدنی ایران نیز باید دفاع بکنند. این رو اندیشمندان ایرانی تا کنون نفهمیدند و برای نخستین بار من اون رو در مانیفست در واقع مکتب ایران زمین یا ناسیونالیسم مدرن ایرانی از دیدگاه تمدنی ارائه کردند که ما اگر منافع بلند مدت ایران زمین رو میخواهیم، نه تنها باید به خود ایران زمین توجه بکنیم، کشور ایران توجه کنیم، بلکه باید به ایران زمین توجه داشته باشیم و کشورهای تاجیکستان، افغانستان و غیره رو در نظر داشته باشیم، که حتی در قفقاز کشور آلانیا و اوستیا و حتی مردمان کردی که از زمان عثمانی به حال خودشون رها شدن و این همه در واقع دچار صدمه و شکنجه شدن، از جمله کشتار حلبچه، از جمله عملیات انفال، از جمله جنایاتی که داعش کرد، رو دست کم باید از اینا حمایت بکنیم و از منافع اینا حمایت بکنیم که اینا متحدان ما خواهند بود و عمق نفوذ تمدنی کشور ایران رو هم افزایش خواهند داد. دیگر کارها و دست گلهایی که این آقایون میکنند، عدم به رسمیت شناختن کشورهای دیگر حوزه تمدنی ایرانی و دشمنی و فحاشی و ایجاد نفرت بین
اقوام ایرانی و ملت‌های ایرانی از جمله در تاجیکستان، افغانستان، ایران و کردستان خارج از ایران است. چون دید ما این است که کردستان درون ایران یک قومی است از ملت ایران و کردستان در خارج از ایران میتواند ملت خودش را داشته باشد و کشور خودش را که متحد ایران است تشکیل دهد. چه اینکه برای نمونه تاجیکان در افغانستان بخشی از ملت افغانستان هستند، اما خود تاجیکان در خارج از افغانستان میتوانند کشور خودشون رو که تاجیکستان است داشته باشند. و امثال این بسیار فراوان است، به ویژه در اروپا که وارد اون نمیشم، از مثالهایی نامی برم که بیشتر نزدیک به ایران هستند. به هر رو این مصیبت ها رو این آقایون چه با ارتجاع خودشون و چه با وابستگی خودشون در به ایران دارن وارد میکنن. پیروان مکتب بازیابی ایران شهری که باید افشاگری در این زمینه انجام بشود. من از شخص خاصی نام نخواهم برد، ولی این مکتب رو شما بدانید که چگونه است. حالا این دوستان چرا و بر پایه این چه نظریه‌ای و چه استدلالی من دارم؟ استدلال است، من استدلال میکنم، شما خودتان قضاوت کنید که چون این در واقع کدام یکی از این استدلال ها قوی است، کدام سست است و هر تصمیمی که دارید خودتان بگیرید. این افراد از کارهایی که انجام میدن حمله به شخص شاهزاده رضا پهلوی و تلاش برای بی‌اعتبار کردن وارث شاهنشاهی ایران و خاندان اوست. ما همه میدونیم که شخص شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلوی در ایران محبوبیت بسیار زیادی دارند به خاطر خدماتی که انجام دادن و به ویژه در میان نسل جوان. از اولین کسانی که حمله و باب حمله به شاهزاده رضا پهلوی رو آغاز کرد و به صورت سیستماتیک و هر روز این رو ادامه میدادند، در واقع این افراد و پیروان این افراد بودند. که این از نظر من یک خیانت است. ما حتی اگر انتقادی هم به ایشون داریم، باید به صورت دوستانه، باید با ایمیل، باید با تلفن، باید به صورت مقاله محترمانه مطرح شود، نه با دشنام، نه با در واقع تخریب ایشون. حمله به اولیا حضرت شهبانو فرع پهلوی و تلاش برای از میان بردن حسن شهرت و فرهنگ پروری شهبانو است. این رو هم تازگی ها اضافه کردن و این بانوی ایرانی که از شریفترین بانوهای ایرانی هست، که چندی پیش نیز به عنوان نجیبترین در واقع شهبانو جهان انتخاب شد در فرانسه، یک همچین شخصیت مهمی که فرهنگ دوست و هنر دوست است رو در واقع با اتهام‌های واهی تخریب بکنه. حمله به تمام شخصیت‌های محترم ملی و نوابغ ایرانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند. ما همه مردمانی که در واقع مخالف جمهوری اسلامی هستند طبیعتاً نقطه ضعف هم دارن. همه ما داریم. اما اینکه اون نقطه ضعف رو کسی بگیرد و بزرگ بکند و چشم را ببندد بر روی کارهای بزرگ اونها و کارهای بزرگ اونها رو کوچک بکند، این عین خیانت به ایران است که این گروه و پیروانش در حال انجام آن است. حمایت از بیشتر سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و سعی در توجیه آنها تحت عنوان منافع ملی و عوام فریبی و سفسطه و تحریف واقعیت برای افراد غیر متخصص، منافع هلال شیعی، پان اسلامیسم و پان شیعیزم رو با منافع ایران یکی دانستن، این در واقع به بازی گرفتن عقل و شعور مردم است که به هیچ عنوان هیچ ایرانی آزاده‌ای نمیتواند این رو قبول بکند که منافع، فرض کنید، عرب‌های سوری که هنوز خلیج فارس و خلیج عربی میگن، یا شیعیان عراقی که 70% ارتش صدام رو تشکیل میدادن و در خرمشهر همین شیعیان عراقی به زنان و به مادران و دختران ایرانی در خوزستان روبرو چشمان هم تجاوز میکردن، حالا جانش رو ایرانیا و پولشون رو برای اینها بدن تحت عنوان پانشیز. نه، این با منافع ایران یکی نیست. با وجود آنکه اون مکتب خود رو به دروغ ایرانگرا مینامد، اما عملا از سیاست‌های اسلامگرایی و شیعه گرایی جمهوری اسلامی در سوریه، عراق، یمن، لبنان، حتی از گروه تروریستی حزب الله لبنان دفاع می‌کند و دچار تضاد و پارادوکس آشکار است در حفظ منافع ملی و تمدنی با منافع فرقه‌ای شیعه و اسلامی. از مطالب مهمی که باید به این توجه داشت،
تضاد در گفتگوست. هر سیستم فلسفی، هر مکتب فکری که دچار تضاد و پارادوکس باشد، اون مکتب فلسفی یا مکتب فلسفی است ناقص و از نظر اندیشه مکتبی است غیر قابل توجه و مکتبی است فوق‌العاده ناقص، یا اینکه اون مکتب مکتبی است وابسته. با وجود آن که مکتب بازیابی ایران شهری خود را به دروغ ایران گرامی نامد، اما برخلاف مکتب‌های دیگر، مکتب دیگر ایران گرایی از جمله مکتب پانیرانیست و مکتب ایران زمین که محصول کار این جانبه است، مخالف استقلال مردم ایرانی کرد از کشورهای غیر ایرانی به ویژه از عراق است و در این باره آشکارا از سیاست اتحادیه عرب، جمهوری اسلامی، عربستان و عراق حمایت میکنند و حاضر به قربانی کردن و زیر سلطه عرب ماندن یک قوم ایرانی است که در تضاد کامل فکری با ادعای ایرانگرایی مکتب قرار دارد. یکی از پارادوکس های دیگر اونها این است. حالا اینکه چرا استقلال کردستان در کشورهای غیر ایرانی به نفع ایران است، من در این زمینه دو برنامه ساختم، وارد اون نخواهم شد. از دیدگاه تمدنی درست است، چون که از دیدگاه حقوق نیز حق آنهاست که تصمیم بگیرند و به ما ارتباطی ندارد و تاکنون تجزیه هیچ کشوری منجر به تجزیه کشور ثالثی نشده است، چون که تجزیه شوروی و استقلال آذربایجان و ترکمنستان از اون باعث استقلال آذربایجان ایران و ترکمن صحرا ایران نشد و این تنها یک بازی احساسی و تکنولوژی و شگرد ترس است برای اینکه مردم رو پشت جمهوری اسلامی متحد بکنن و سپاه پاسداران رو که اونها رو در واقع سرکوب میکرد در سال 88 و شیشه نوشابه در بر فرزندان پاک ایرانی فرو میکرد، حالا کارشون به جای رسیدی که اینها براشون شدن قهرمان، که واقعا یک فاجعه است و یک در واقع یک تراژدی است. چون این سخنان دفاع جانانه از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تا اونجایی که از مرز ایران زمین دفاع میکنند و با مردم ایران مهربانند، محترمند، چه ارتشی باشند، چه سپاهی باشند و چه بسیجی باشند. حتی من در مکتب فکری خودم این رو آشکارا گفتم که در واقع سپاه پاسداران حتی بعد از اینکه ایران آزاد بشود باید از اونها کمک گرفت، باید اونها تبدیل بشوند به گاردهای حفاظتی ایرانی و در قدرت سهیم باشند و هیچ گونه انتقام گیری از هیچ کسی نباید انجام بشود. این فرهنگ و منش ایرانی است که فرهنگ و منش کوروش است. اما اینکه بیایم آنها را قهرمان جلوه بدهیم، نه، چنین نیست و از این فعل چنین نیست، اگر که برخلاف منافع ملی باشد. قهرمان آنهایی بودند که در جنگ 8 ساله جنگیدند، نه آنهایی که مردم رو سرکوب میکنند، نه آنهایی که کردان رو در شمال عراق میکشند، نه آنهایی که مردمان سوریه رو بیگناه رو باعث کشته شدن صدها هزار نفر از این مردم شدند. دفاع آشکارشون از بنیادگرایی زرتشتی و فناتیسم مذهبی و قلب ماهیت آیین و فلسفه خردگرای زرتشت و در نتیجه زده کردن علاقمندان فلسفه زرتشتی از این روش و مکتب فکری است. بنابراین یکی دیگه از کارهایی هم که این آقایون انجام میدهند این قلب ماهیت ها هست که فلسفه زرتشت رو به یک دین فرو میکنند و اون رو در واقع به این صورت مطرحش میکنند و همچنین در واقع تکنولوژی های اطلاعاتی بود که من اون رو گفتم که اینها به کار میگیرند، یعنی افرادی که تبلیغاتچی این ایدئولوژی هستند، افرادی هستند که با همه احترامی که به همه اقلیت‌های جنسی عزیز داریم، اینها دو جنسیتی هن، اینها اختلالات هورمونی دارن و باعث زده شدن 95% جامعه می شود و عدم جدی گرفتن و مضحکه و مسخره کردن ایرانگرایی می شود اگر چون این افرادی این اندیشه رو تبلیغ بکنند. بنابراین چه از روی ناگاهی و چه برنامه ریزی شده، مکتب بازیابی ایران شهری مکتب مرتجع سفید است که هدفی جز تخریب و تنزل و مضحکه کردن ایرانگرایی و ایران سالاری ندارد. دوستان، این هشداری بود که من در همونطور که در مقاله ارتجاع سفید و یا تخریب ایرانگرایی مفصل توضیح دادم و شما اون رو میتونید از گوگل پیدا بکنید و
در گوگل سرچ بکنید و این مقاله رو بخوانید، این در واقع هشداری بود که باید برنامه هم در آن و درباره آن ساخته می شد. و در پایان چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم بر زنده یک تن مباد، بیا تا همه تن بکشتن دهیم مباد آن کشور به دشمن دهیم، بیا تا همه دشمن شیم من در کمین به راه پیشمرگان ایران زمین. بدرود.